درو دردستان، یکم میخوام در مورد یه تئوری دارم در مورد عدالت میخوام در مورد بگم، ولی وسطش به داستانهای جالبی میخوره. واسه شما جالب خواهد بود، برای منم جالب بود. و اینکه من یه به تئوری مطرح میکنم به نام انقلاب متمدنانه مهدوی که هدفش در واقع حذف طبقه اشراف از، یا در واقع برچیدن طبقه اشراف از دنیا هست. یک هدف عالی چند هزار سال دنبال می شده. اسم اینا که گفتم اول حضرت کوروش، حضرت زرتشت، پادشاه قباد، مزدک، بیافرید، اینها به این قضیه مرتبط هستن. قضیه حذف طبقه اشراف، برچیدن طبقه اشراف در دنیا. انقلاب متمدنانه مهدوی برای برچیدن طبقه اشراف به این صورت است که لازم نیست طبقه اشراف کشته بشن، مثل انقلاب 1848، مثل اتفاقی در اروپا و در فرانسه. و قراره که طبقه اشراف از جایگاهی که هستن کشیده بشن به سطح متوسط و مردم زیر متوسط و فقیر کشیده بشن بالا به سمت متوسط. یعنی همه آدم ها در سطح متوسط، من سطح طبقه متوسط رو طبقه ثروتمند میدونم. قرار نیست همه فقیر بشن، قرار همه ثروتمند بشن. اون بالایی ها بیا متوسط، پایینی ها بیا متوسط و جهان بی طبقه میشه یا یه طبقه میشه دیگه. این بازه فاصله طبقاتی خیلی کم و معنیدار میشه بر اساسی که میزان هوش و تلاش و زحمت و افرادم مشخص باشه. اینطور نباشه که آدم تنبل کار نکنه بیاد با این شخصی که زحمت میکشه یک زندگی برابر داشته باشه، و این اشتباهه و این نباید باشه. من موافق این قضیه کمونیستی نیستم، بلکه عدالت باید بازه داشته باشه. کسی که زحمت میکشه یکی سالی دوبار میره تفریح، یکی تفریح نمیره پولاش رو جمع میکنه با یه ماشین بهتر بخره. بس این تفاوت ها باید معلوم باشه. اون کسی که زیاد خورده و نوشیده و مثلا پولاش خرج کرده نباید حسرت بخوره به کسی که مثلا پرشه داره، البته در شرایط برابر. در شرایط برابر که الان توضیح میدم چجوری هست. در انقلاب متمدنانه امام مهدی مهدوی، مثلا داستان کل فلسفه امام مهدی اینه که در جهان طبقه اشراف دیگه نباشن. طبقه اشراف مثل زگیل هستن، در واقع زگیل روی پوست هستن و چهره انسان رو خراب میکنن، چهره جوامع انسانی رو خراب میکنن. علت زگیل هم ویروسه، و ویروس تا زمانی که ویروس نباشه زگیل ایجاد نمیشه، و این ویروس ها همون سیستم های تولید طبقه اشراف هم که من همیشه میگم باید برچیده بشن. در واقع من اینقدر اصرار دارم بر حذف طبقه اشراف، بیشتر اصرار من بر حذف سیستم های نابرابری تولید کننده طبقه اشراف است. باید حذف بشه که منجر نشه به تولید طبقه اشراف. یک از جاکارهای مهم تعیین سقف برای ثروت و مالیات تصاعدی و ضریبدار هست واسه اشراف و ثروتمندان، که پیامبر حضرت بیافرید که من خیلی دوستش دارم، شخص عجیبی بود، ازش خوشم آمد. چون که من به مقوله عدالت فکر میکردم، این تئوریایی که خودم بهش رسیدم، بعدا دیدم که بنده خدا بیافرید هم این حرفا رو زده بود. گفته بود که هیچ کس سخت نداره 400 درهم بیشتر ثروت داشته باشه، بیشتر از اون رو باید صرف ساختن پل ها، جاده ها و چیزهای عمومی بکنه، و اجازه نمیداد که پیروانش ثروت اندوزی کنن و طبقه اشراف تشکیل بشه. به نظر من تحت تاثیر مزدک بود، و همین باعث شد که موبدای اون موقع زرتشتی ها زیاد بودن دیگه. دو قرن اول بیشتر از اکثر زرتشتی بودن تا دو قرن اول، اینطور نبود یه دفعه مسلمان بشه. زرتشتی های آخونده زرتشتی معاویه زرتشتی خراسان رفتن به ابو مسلم، گفتن بابا اینو بکش، این هم دین ما رو خراب کرد هم دین شما رو.
چون که یه دین آورده بود بین زرتوش و اسلام. این عقیده من هم هست، من چه عقیده دارم که اینو بکش لطفا، که چون هم دین ما رو به قول آخونده استحاله کرد، هم دین اسلام رو استحاله کرد و ابو مسلم هم نادان گرفته به آفریده و کشته به جرم کهانت. کهانت یعنی از اون کاهن میاد، یعنی که در واقع اون هرسی ها یعنی بدعک، بدعت اینو گرفتم بنده خدا رو اعدام کردم در باد قیس، رفتن اینو دستگیر کردن آوردن اعدام کردن. و چه افکار بلند و منور و خوبی داشت به آفرید. بعدها مقنع که همون میگفتم پادشاه پارسی گوی کیمیادان نخشب نام بردم ازش، داستان ابن مقنع، بعدها پیروی کرد از او. و الان میگم ابن مقنع داستانش جالبه، ولی الان اگه بگم قضیه عدالت قاطی میشه. بذار عدالت تمام کنیم بعد میریم سر ابن مقنع. و اینطوری است که بزرگان که در دنیا آمدن عدالت پیاده کنن، یکیش هم بردی هست، فرزند ازاد کروشه، خود کروش هم هم اینو حب انسان رو میفهمیدن، اصلا دنبال احیای و پیاده سازی جریان حب انسان بودن. بردی ها که به دروغ دارجوش اینو کشت، بلکه گفت بردی جعلی و خودش دروغگوه، بزرگترین دروغگوه تاریخ تاریخ داریوش هست. و جالبه این اینا که ایران باستانی و ایران تمام از این پادشاهی منفی خوششون میاد، از داریوش، از دیگه ارز کنم که انوشیروان، از اتشیر پاپکان، از موبت کرتیر، از کسایی که این شخصیت منفی تاریخی ما هستن خیلی بهش مینازن. برعکس در حالی که کروش، بردیا، مزدک، پادشاه قباد، اینا کسایی بودن که برای عدالت انسانی و صلح انسانی تلاش میکردن و در تاریخ مظلوم هستن و شناخته شده نیستن. بزرگمهر حکیم، دانشمند بزرگ و فرزانه که وحشیانه توسط انوشیروان وحشی قتل فجیع انجام داد، داستانش از تو کتاب پهلوی توی کوزه بزرگی که از هر طرف خنجر نهاده بودن زشت کشش کرد. اینقدر این پادشاه انوشیروان وحشی بود. اما پدرش قباد، پادشاه قباد که بسیار من دوستش دارم، انسان بزرگواری بود. کمی انوشیروان با آخونده زرتشتی کودتا کردند و بنده خدا رو به زیر کشیدن. 12,000 تا مزدکی هم کشتن. همین زمینه شد برای شکست ساسانیان. و این ایده که نباید ثروت سخت داشته باشه ایده بسیار درستیه. ایده هستن آخونده، مکله ها، مذهبی ها میگن که افتخار میکنن اسلام با سرمایه‌داری مخالف نیست، هرچی دلن میخواد ثروت جمع کن. این بسیار حرف مزخرفیه. نتیجه شد که همین ما الان دیدیم، نتیجه چه این تفکره که این ملاها و مکلاها گفتن اسلام به سرمایه‌داری مخالف نیست. الان دیدیم که 90% ملت در فقر و فلاکت، به فحشا، به فقر کشیده شدن، طبقه اشراف دارن راست راست میگردن حکومت میکنن. این نتیجه چه این تفکر این آیت الله ها، آخونده ها و مکلاها، جریان مذهبی نادانی است که میگن که اسلام نباید با سرمایه‌داری مخالف باشه. در حالی که ما حالا اسلام ممکن اینطور باشه، ما شیعه هستیم و پیرو آمدی شیعه با اسلام فرق میکنه. شیعه دشمن جریان طبقه است و سرمایه‌داری هست و اجازه نمیده که طبقه اشراف تشکیل بشن. اصلا کل داستان امام مهدی همین، هر آخوند پدرسوخته آیت الله فلان به شما بگه امام مهدی با در واقع حذف طبقه اشراف ارتباط نداره، خودش آدم پدرسوخته ای است. امامدی چیزی نیست جز حذف سیستم تولید طبقه اشراف، سیستم هایی که اون ویروس هایی که زگیل رو ایجاد میکنه. این طبقه اشراف تو هر جامعه باشه زگیله، زشت میکنه، ویروس هم. اما که شهید بهشتی میگفت، اصلا میگفت که نجس هم، میگفت کل چنین جامعه که توش اشراف باشن شما همش با قرآن طلا بگیری میگفت نجسه جامعه که توش طبقه اشراف باشه. حالا کسی ملت از این حرفا نمیزنه. به قول رایفی بود آقا تو حداقل حرف بزن، تو بدون که چی میخوای. اصلا ملت حرف عدالت رو نمیزنن، فقط هی غر میزنن آقا گرونه گرونه. بابا تو اصلا نمیدونه عدالت چیه، حق تو چیه، بخوا عدالت رو بخوا.
الان که ما میگیم انقلاب متمدنانه مهدوی، همین آگاهی مردمه. مردم باید آگاهیشون رو زیاد کنیم که بدونن چی بخوان، عدالت رو بخوان، حذف طبقه اشراف رو بخوان که کلیده. این که من گفتم به شما کلیده. حالا حذف طبقه اشراف نه که اینا رو بکشیم، اینا رو باید بکشیم به سطح طبقه متوسط. و ثروت هم باید گفتم که اون مدلی که من روش کار کردم از 40 برابر ثروت و درآمد و یک معیشت پایه، زندگی معیشت پایه چیه؟ یه خونه داشته باشه، درمان بیمه درمان داشته باشه، ماشین بتونه داشته باشه، سال دوبار مسافرت بره، یه باغچه 100 متری 200 متری داشته باشه، میشه معیشت پایه. بزرگترین ثروتمند تو اون جامعه حق نداره بیشتر از 40 برابر اون معیشت پایه کسب درآمد یا ثروت داشته باشه. بقیش با سرریز بشه به جامعه، به بقیه، به فقرا، به هم کاری که به آفرید توصیه میکرد، کار منفعه عمومی باشه، انجام بشه. و من بسیار میپسندم تفکر به آفرید رو که دور ابو مسلم خراسانی بود و به دست این ابو مسلم نادان کشته شد، مثل همون صلاح الدین ایوبی احمق که دانشمند بزرگ فرزانه سهروردی رو اعدام کرد. این فرمانده نظامی احمق هم بعضی وقتا تحت تاثیر آخونده، آخونده هر منطقه این رو فریب میدن که این بزرگان که هر تو منطقه زار شده رو اعدام کردم. و این حالا من پیشنهاد من این آگهی این انقلاب متمدنانه حضرت مهدی یا امام مهدی، افزایش آگهی مردم، مردم بخوان از حاکمیت بخوان که ثروت و سقف داشته باشه، حتما مالیاتاشون باید ضریب بخوره. یک میلیاردر باید 99% درآمدش بره، گفتم از اون سقف 40 برابر گذشت، حتما باید همش سرریز بشه به تو جامعه. کسی حق نداره بیشتر از این 40 برابر معیشت پایه ثروت کسب کنه. مالیاتش هم باید ضریب بخوره بسیار زیاد و چنین تفکری که میگه که سرمایه‌داری حد نداره فاشیستی و شیطانیه. چه اسلام باشه، هر آخوند باشه، هر کسی حرف بزن، حتی هم باید حد داشته باشه ثروت و مالیاتاشون باید ضریب بخوره. یا ابر میلیاردر نباید مثل یه معلم که مالیات بده، اون باید 99% مالیات بده. باز همون 1% هم که واسش میمونه بازم 100 برابر این بنده خدا معلمه واسش میمونه. این هم اشتباس، به خاطر همین ما حد تعیین کردیم برای ثروت 40 برابر پایه. و این باید متمدنانه و بر اساس آگاهی عمومی مردم باشه، بدون آسیب دیدن، بدون اختشاش، بدون، فقط با رسانه باشه. بیشتر بعدا در مورد صحبت میکنیم، غالبا هم صحبت کردم. حالا برمیگردیم به مقنع عزیز که یک ماهی درست کرده بود، هر شب از تو کوچه ها میامد بیرون و شب ها میرفت بالا نور میداد. ماه نخشب معروف بود، شیمیدان و بزرگی بوده، آخرین خوش تو اصیل انداخت دیگه. حالا من دیدم که داشتم تحقیق میکردم اسم اصیل ایرانیشو پیدا کنم، مثلا چه بنام این پادشاه رو، چون دوست ندارم مقنع بنامم. بعدا فهمیدم اصلا مقنع اسم ایرانیه، خیلی خوشحال شدم. و مقنع از کلمه چی میاد؟ از مکنای زرتشتی میاد. حالا بعد دوستای زرتشتی اگه من تلفظ غلط میگم، یا شما مکنا میگین یا مکنا میگین یا مکنا میگین، به من بگید. از کلمه مکنای زرتشتی میاد. زرتشتی این نیمچادر چارقده که دختراشون میزنن، مقنعه است. قصد کلمه مقنعه از مکنای زرتشتی میاد. و ابن مقنع همینه، کلمه مکنع یعنی نقابدار، مقنعه دار. در واقع مقنعه خودش کلمه فارسیه، معرب شده کلمه مکنا است. من به شما بارها گفتم این حجاب و مجاب اینا رو زرتشتی رو وارد اسلام کردم، باز شما گوش نمیدید. و مقنعه در واقع مقنع از کلمه مکنا، مکنا زرتشتی به معنی پوشیده میاد یا نقاب دار میاد. جالبه، دیدم که بر اساس این چقدر لوژه فراماسونری درست شده و چقدر خوشش اومده فراماسونری ها از این شخصیت ابن مقنع که ناپلئون سال 1787 فکر کنم تا 1915 بوده، 1787 یک دو صفحه کوتاه نوشت. خیلی ناپلئون مطالعه زیاد کرده بود، نادرشاه و اینا رو خوب میشناخت. در مورد ایران دو صفحه نوشته بود و اسمش گذاشت
پیامبر ماسک، لو ماسک پروفت، یعنی پیامبر نقاب پوش. برش هم آقای دیگه ایرلندی به نام توماس مور، شعر نوشت به لاله رخ، داستان لاله رخ، پیامبر پرده پوش خراسان اونجا اشاره کرده و شخصیت به نام مکنا رو در داستان آورده که هم کلمه در واقع انگلیسی شده یا چیز مقنع است. و یک تشکیلاتی هم هست به نام سنت لوئیس. به نظر من این سنت لوئیس جریان فراماسونری هست. اینا رژه داشتن، پاراد داشتن همیشه از یک پیامبر پرده پوشی صحبت میکردن که تا 1992 اسمش همون پیامبر پرده پوش بود، بعد اسمش رو عوض کردن، رژه سنت لوئیس هست. اما چیز لوژ بسیار معروفی که واقعا به طور وضوح از مغنع اصلا الگو گرفته از این شخصیتشو هست به نام میستریک اوردر آف ویل پروفت آف ده انچانتد ریالم، تشکیلات ماسونی هست و 1889 ساخته شده و در اون از دختران مکنا استفاده میکنن و از همین شعر توماس مور هم الهام گرفتن و عملا اینها این پیامبر پرده پوش خراسان رو خوششون اومده، فراماسون رو از شخصیت عجیب غریب، اصلا اخلاق فراماسون رو اینه همیشه از آدمای مرموز خوششون میاد، جادوگر اینا خوششون میاد، اصلا به خاطر همین از مسمر ایپنوتیزگر اتریشی خیلی خوششون اومده بود، مسمریزم درست شد که یک از شاگردان مهم مسمر. بعد یه آقای بوده به نام اسمش بود به نام که بعدها جوزف مورفی شاگرد اونه، باز از طریق دکتر فینچ، دکتر هورس فیناخ که شاگردان مسمر بود آمد توی آمریکا، بعدا خیلی تعلیم داد هیپنوتیزم، بعد هیپنوتیزم بسیار مورد علاقه جریان فراماسونری شد و مجله های بسیار معروفی که الان در آمریکا هستن مثلا کریستین مانیتور اینا همه فراماسونر هم. از همین فیناس هورس که شاگرد مسمر بوده اینا ریشه دارن. و حالا اینکه تشکیلات ماسونی خیلی دوست دارن این شخصیت رو واسه من جالبه. و ابوریحان بیرونی هم تو کتاب آسرالباقیه اشاره کرده هم به بهافرید، به اونا فیلسوف مجلسی بهافرید اشاره شده و عکسش هم میذارم، عکس خط خود ابوریحان بیرونی هست روانشاد اینجا میذارم، تو کلیپ ها هست، حالا ترتیبش ممکنه زیاد جالب نباشه. و همینطور این بعضی گفتن که این ابن مقنع خرمدین بوده، من به نظرم هم دین به آفریدی هم دین خرمدینی اینا به مزلک ارتباط داشت و بابک خرمدین یک از علتهایی که ساسانیان نتونستن با این که تونسته بودن عربا رو بیرون کنن با دور عباسی حاکم شدن نتونستن مازیار رو بابک خرمدین اتحاد کنن و بابک خرمدین نامه زد به مازیار گفت از تبار ساسانی هستی، ما از شما میترسیم، دوباره همون سلسله طبقات ساسانی رو ایجاد بکنی و همین اتحادی که صورت نگرفت بین بابک خرمدین و مازیار نشون میده که خرمدینی هم یک شاخه از دین مزدکی بوده. مزدک خیلی تاثیر داشت، حتی در شیعه خودمون هم تاثیر زیاد داشت و در دین به آفریدی بسیار تاثیر زیاد داشت، بسیار مورد علاقه منه حضرت مزدک. ولی یکی میگه چرا میگه حضرت مزدک، بخاطر اینکه تو نمیشناسیش، تا تاثیر زرتشتی های متعصب متحجر هستی نمیشناسی شخصیت مزدک رو. آینده جهان در عدالته، در عدالت. و این خط کسایی هست که از بردیا و کوروش و پادشاه قباد و مزدک و امام زمان و این کسایی که برای صلح جهانی و عدالت جهانی آمدن. و الان من پادشاه دادگستری ما خب امام مهدی دیگه،
اصل ما اندیشه امام مهدی و انقلاب جهانی که به زودی آغاز خواهد شد هم سیستمی که من گفتم میشه انقلاب متمدنانه برای برچیدن طبقه اشراف. این زگیل های جوامع انسانی است و این قطعا اتفاق خواهد افتاد. تمام سیستم های تولید طبقه اشراف از جهان رخت برخواهد بست و برچیده خواهد شد. بدرود.